بسم الله الرحمن الرحیم. تاجری را که پیغمبر خدا درود صلوات بر او در زنده بودنش بشارت به جنت داد. یکی از امام خطیب های شهر دمشق این حادثه را نقل میکنه که به خود او رخ داده است. این خطیب شخص خیلی دانشمند، حکیم و عالمی بود. شیخ قصه میکنه که پیغمبر خدا درود و صلوات بر او را در خوابم دیدم که میگفت به فلان دکاندار بگو که در جنت همراه من است. شیخ میگه عجیبیش در این بود که هر شب تقریبا همی خواب میدیدم که پیغمبر بشارت میداد، میگفت فلان دکانچی را بگو در جنت همراه من است. شیخ میگه من تعجب میکردم که چرا برای من که حافظ قرآن، عالم و همزمان مفتی شام هم هستم برای من بشارتی نیست. شیخ امام مسجد و سوی همون دکاندار می رو و با دکاندار صحبت میکنه. فقط میگه که ای دکاندار، پیغمبر خدا را در خواب دیدم که نسبت تو بعضی سخنهای گفت. پیش از اونه که من خوابم برای تو نقل کنم، تو برای من بگو تو چی کارهایی میکنی که پیغمبر این سخنا را در حق تو گفت. دکاندار میگه من کاری نمیکنم، فقط سودا میکنم، زندگی عادی دارم. شیخ میگه نه، تا وقتی که سر این کار برای من نگوی خواب برات نقل نمیکنم. بعد دکاندار مجبور میشه و نقل میکنه و میگه که این سر بین من و بین تو و بین خدا باقی بمانه. امام خطیبم قبول میکنه. دکاندار قصه میکنه که من در شهری که خود زندگی میکردم با زن خونه‌دار شدم، بعدن به دمشق کوچیدم. در اینجا آمدیم، بعدی 5 ماه زندگی بود که فهمیدم زنم 9 ماه حامله است و دانستم که این حامله هم از من نیست. بعدن میگه اول به سرم آمد که جوابش میتونم و به عبوروش میکنم و نزدی نزدیکاش روانش میکنم، چون که میدانستم تمامی خیش و تبارشم طرفی من میشوند و اگر قاضیرم مراجعت کنن قاضیرم مسئله را و طرفی من حل میکنم. بعد کمی ایستادم، گفتم که نه، الان حکم شریعت در دست من است و خلاصه رسیدم که او را به توبه وادار می سازم، توبه کنه و به سوی خدا بر بگردم. بعدن مسئله را به زنم پیشکش کردم و اونم خوب پذیرفت. خلاص ما این 9 شد و فرزندم به دنیا آمد. فرزندم میگه بودم نمازی بامداد، وقتی داخل مسجد شدن در نزد در مسجد مانده شد. بعدن در صف نماز بودیم و آوازی این طفل به گوش ما می رسید، اما کار کردن نمیتونستم. نماز تمام شد و همگی بیرون رو آمدیم و امام و اون نفرانی که در اونجا بودن همگی این طفل خردسال میگه جمع شده بودن و یکدیگرشون به دست میگرفتن و حیران میشدن که این طفل از کجا آمده است. میگه و نفری که تماما از این حادثه بیخبر داخل موضوع شده و گفتم که چی گپ شده است. گفتن نفر فرزندش آورده است، در پشت در مسجد مانده است و خودش نیست. میگه فرزند را گرفتم و گفتم برای من اجازت میتیه که ایره من خودم به خانم ببرم تا صاحبش پیدا شود. اگر صاحبش پیدا شد و طلب کرد، فرزندش بر میگردم. اگر صاحبش پیدا نشید، فرزند را در نزد خودم میگذارم، همچون فرزند خودم تربیه میکنم. و میگه همگی راضی شدن. فرزندم میگه به خانه آوردم و در دست مادر خودش سپاریدم. بعد دکاندار میگه تو خوابی که دیدی اکنون برای من بگو. بعد این خطیب برای دکاندار خوابی را که دیده بود قصه میکنه که پیغمبر خدا را دیدم، چند بار در خوابم تو را بشارت به جنت داد. شیخ خواب برای دکاندار نقل میکنه
و میگه که پیغمبر ترا بشارت داد که در جنت همراهی منی. با دکاندار قصه میکنه که چند بار است که پیغمبر پی در خوابی من میدرایه و ترا مژده میدیه که در جنت همراهی رسول اکرم علیه السلام هستی. جوانمردی آن نیست که سیر کسی را فاش کنی، جوانمردی اون است که سیر یا خطای انسانهایی که از روی سهو و خطا، از روی نادانی، از روی جهالت و کار دست زدن سیر اونا را بپوشانی تا این سیر بین اون و بین خدا باقی بمانه و خداوند در روز قیامت شاید که گناه های این نفرا را ببخشه. پیغمبر خدا درود و صلوات بر او میفرماید هر کس که عیبی مسلمان را در دنیا میپوشانه، خداوند روز قیامت عیب های او را میپوشانه. ابو دردا رحمه الله میگه جوان را دیدم که یک گروه جوان دیگه او را تکوب میکردن. میگه نزد اونا رفتم، گفتم شما چی کار میکنید؟ اونا همه با غضب گفتن که این نفر، یعنی همین جوان، خیلی گناهی بد کرده است. پس برای اونا میگه گفتم که اگر همین رفیق شما، همین دوست شما در یک چاه میافتید، شما چی کار میکردید؟ همگی گفتن از چاه بیرونش میکردید. پس میگه ابو دردا گفتم خب همین در همین مشکله افتاده است، شما این را از دستش بگیرین و راهی راست را براش نشان بتین. پس همگی از ابو دردا سوال کردن که آیا این عمل انجام داده این نفر برای تو یگان احساساتی بدی ندارد؟ ابو دردا گفت نه، کاری که انجام داده است خیلی کاری بد است، اما اگر توبه کنه و سوی خدا برگرده برادری من است.